سلام بچه ها، سوشار زه هستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از بازی ویچر 3 توی کانال. تو این ویدیو قصد دارم بهتون بگم که چجوری بتونین ست کامل آرمور خرس رو به اضافه شمشیر نقره‌ای و فولادیش بگیرین. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. همونطور که میدونین توی این ویدیو قراره بهتون بگم که چجوری بتونین ست کامل زره خرس رو که یکی از بهترین آرمورهای سنگین بازی محسوب میشه رو بگیرین که به آرمور یورساین یا یورسین هم معروف هستش. ست کامل آرمور خرس شامل شمشیر نقره‌ای، شمشیر فولادی، خود آرمور، دستکش‌ها، شلوار، چکمه‌ها و کراسبو میشه. برای گرفتن این آرمور شما حداقل باید به لول 20 رسیده باشید. آرمور خرس باعث میشه دمیج اتک‌های سنگینتون خیلی بیشتر شه. همچنین شما میتونین لول آرمور رو هم بالا ببرین تا به نهایت قدرت خودش برسه و همچنین قشنگ‌تر شه. وقتی که این آرمور رو ارتقا بدین، این توانایی واسش باز میشه تا بتونه بعد از شکسته شدن ساین کوئنتون یک کوئن جدید به وجود بیاره، در حالی که استقامت شما هم پر نیست. البته این شانسی هستش و به شانس شما هم بستگی داره. وقتی که شما تمام قطعه های آرمور رو پوشیده باشین، این شانس به 30% میرسه و همچنین دمیجی که از شکسته شدن کوئن به دشمن وارد میشه هم دو برابر میشه. این باعث میشه که شما خیلی دیرتر بمیرید. قبل از اینکه بریم سراغ گرفتن این آرمور، ممنون میشم اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب و ویدیومو لایک کنید. حالا بزن بریم سراغ گرفتن ست کامل آرمور خرس. خب بعد از اینکه از طریق خط داستانی از وایت اورچد به ولن رفتین، از اونجا هم با کشتی به اسکالگا سفر میکنید، جایی که میتونیم قطعات آرمور خرس رو پیدا کنیم. خب اولین قطعه از آرمور رو که قراره توی اسکالگا پیدا کنیم کراسبو هستش. واسه پیدا کردنش کافی از اینجا یه قایق بردارین و به این قسمت از نقشه سفر کنین. بعد از اینکه از ویو لذت بردین، میتونین پشت سرتون یه غار پیدا کنین. بعدش فقط کافیه این مسیر رو دنبال کنین تا بتونین کراسبو رو پیدا کنین. لوت کردن این جسد به شما این امکان رو میده تا بتونین کراسبو رو کرافت کنین. در ضمن چند تا مانستر هم توی غار هستن که باید از شرشون خلاص شین. خب حالا میرسیم سراغ شمشیر فولادی. واسه گرفتن این شمشیر باید به این قسمت از نقشه بیاین. از ساین بادتون استفاده کنین تا بتونین به ورودی مخفی دسترسی پیدا کنین. وقتی وارد این قسمت شدین، دو تا شبح به شما حمله میکنن که باید اونا رو بکشین. بعد از اینکه کشتینشون، میتونین توی این اتاق امکان کرافت کردن شمشیر فولادی رو پیدا کنین. خب الان ما کارمون اینجا تموم شد و میرسیم به شمشیر نقره‌ای. شمشیری که برای گرفتنش باید به این قسمت بیاین. توی این قسمت چند تا مانستر زندگی میکنن که بهتره اونا رو بکشی. بعدش میتونین امکان کرافت کردن شمشیر نقره‌ایتون رو هم اینجا پیدا کنین. و حالا میرسیم به گرفتن ست کامل آرمور که واسه گرفتنش باید به این قسمت از نقشه بیاین. Thank you.
واسه دسترسی پیدا کردن به این قسمت فقط کافیه که این راهو دنبال کنید. اینجا یک گالمو میبینین که میتونین خیلی راحت با ضربات سنگین بکشینش. اینجا چند تا ماستر پرنده به شما حمله میکنن که میتونین اونا رو هم با استفاده از ساین هاتون بکشین. اینجا یه قلعه متروکه هستش که میتونین داخلش کلی صندوق پیدا کنین و لوتشون کنین. اما برای گرفتن ست کامل آرمورتون باید به قلعه وارد شید. اینجا چند تا شبح به شما حمله میکنن که میتونین اونا رو بکشین و تمام صندوق هایی که اونجا قرار داره رو هم لوت کنین. بعد از اینکه کارتون تموم شد با استفاده از این اهرم میتونین در تمام اتاق ها رو باز کنین. توی دومین اتاق از سمت راست میتونین یه جسد رو پیدا کنین که با لوت کردنش میتونین یه شمشیر قوی هم به دست بیارین. حالا واسه پیدا کردن ست کامل آرمور خرس کافیه این راهو دنبال کنین. از ساین باد استفاده کنین و راهتون رو باز کنین. حالا میتونین با لوت کردن این صندوق امکان کرافت کردن تمام قطعات آرمور رو به دست بیارین. بعدش اونجا یه شبح ظاهر میشه که بعد از کشتنش میتونین با استفاده از این اهرم راه خروج رو واسه خودتون باز کنین. حالا فقط کافیه که آرمورتون رو کرافت کنین. واسه کرافت کردن آرمور و شمشیرها میتونین به این قسمت از نقشه بیان که هم یه بلک اسمیت برای کرافت کردن آرمور اونجا وجود داره و هم یه دونه واسه کرافت کردن شمشیرهاتون. بچه‌ها اینم بگم که تمام آیتم هایی که واسه کرافت کردن وسایلتون نیاز دارین رو میتونین یا از خود اون بلک اسمیت بخرین و یا میتونین با استفاده از این بخش آیتم هاتون رو به مواد سازندشون تجزیه کنین. به این ترتیب ما تونستیم ست کامل زره خرس رو هم به دست بیاریم. خب میرسیم به آخر ویدیو بچه ها. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. اگر از این مدل ویدیو خوشتون میاد ممنون میشم کانال منو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک کنین و حتما حتما نظرتون هم واسم بنویسید. خیلی عشقین، منتظر ویدیو بعدی هم باشین و تا ویدیو بعدی فرول.